پارسیکا 300 تا سوال طراحی کرده که تعدادیشو در سه ویدیویی که درباره سوالات جلسه خواستگاری ساخته بودم طرح کردم. یه تعداد خیلی زیادی هم مونده ولی چون طالب نداره منتشر نکردم. در این ویدیو میخوام یه سری نکات ریز بهتون بگم که همین سوالات رو چجوری از طرف بپرسین تا جواب درستی بشنوین و به هدف اصلیتون از طرح اون سوال دست پیدا کنین. وقتی سوال میپرسین سوالاتتون رو با شوخ طبعی یا لحن تنز نپرسین به هیچ وجه. میدونین چرا؟ چون وقتی سوالیو به شوخی و طنز میپرسین طرف مقابل فکر میکنه این سوال براتون چندان مهم نیست لذا پاسخ واقعی بهتون نمیده جوابهای طرف که با لحن شوخی داده میشه رو هم حسابی بهش دقت کنید چون ممکنه به شوخی حرف اصلیش رو بزنه ولی چون با تنز گفته شما متوجه فهوای کلامش نمیشین و براتون بی اهمیت جلوه میکنه در حالی که دقیقا حرفش رو اگه بدون چاشنی تنز میزد شما فریب نمیخوردین و میفهمیدین یه اشکالی در کاره توی جلسه خواستگاری شوخی نداریم اولین سوالات درباره مهمترین مسائل باشه چه سوالاتی براتون خیلی مهمه اینا رو اول بپرسین البته اگه عاشق دختره شدین و نمیخواین از دستش بدین قضیه فرق میکنه وقتی سوال میپرسین عین همون سوال ازتون پرسیده میشه پس اگه مثلا خودتون دارو مصرف میکنین و اولین سوالتون این باشه که شما چه بیماری هایی تا حالا داشتین و دارین باید منتظر باشین که همچین سوالی از خود شما پرسیده بشه لذا در صورتی که عاشق دختره شدین شاید بهتر باشه اینجور سوالات آخر سر پرسیده بشه که مقداری بهتون علاقه شده باشه که با سبک سنگین کردن همه شرایط مثبت و منفی بتونه با بیماری کنار بیاد اما اگه عاشق نشدین همون اول بپرسین و خودتونو خلاص کنین پس قانون دوم این که سوالاتی که براتون بسیار مهمه رو همون اول کاری بپرسین از برنامه آینده دختر یا پسر سوال نپرسین از اهدافش برای موفق شدن چیزی نپرسین میدونین چرا چون وقتی میپرسین در آینده قرار چی کار کنی عینا مثل زمانی که در بچگی از ما میپرسیدن میخوای چیکاره بشی و ما میگفتیم میخوایم دکتر مهندس بشیم این جوابها همشون خیال بافی و توهماته یعنی چیزی که طرف داره و ممکنه هرگز بهش نرسه اما شما فکر میکنین او این پسره یا دختره چقدر واسه آیندش برنامه ریزی داره نه خیر برنامه ریزی نداره اینا فقط توی ذهنش میچرخن از فکر و ایده تا عمل فاصله به اندازه فاصله زمین تا آسمونه اینجوری خودتونم هم دچار خیال پردازی میشین و خودتونو توی ابرها در اوج لذت خوشی پول و موفقیت تصور میکنین و به این هوا باهاش ازدواج میکنین از این خبرها نیست این قانون فریبیه که اکثر افراد دچارش میشن سوالاتی مثل اینکه برنامه واسه موفق فقط در آینده چیه ازش نپرسین مگر بعدها که جلسات متعددی داشتین و به هم علاقه شده بودین سوالی که جواب مبهم داره نپرسین یعنی جوابی داره که کلیگوییه و معلوم نیست منظور طرف چیه سوالاتی مثل اینکه هدف از ازدواج چیه طرف میگه خوشبختی آرامش آسایش فرزندآوری رهایی از تنهایی و بعد از ازدواج تنها چیزی که براتون فراهم نمیکنه همین آرامش و آسایشه یعنی زندگیتون رو با قرقراش سیاه و کبود میکنه به میتونین بپرسین چی شد که اومدی خواستگاری من یا چی شد که منو به عنوان خواستگار پذیرفتی و اجازه حضور دادی یا اگه در جلسات بعدی هستین چی شد که از من خوشت اومد از پرسیدن نترسین از زیاد پرسیدن هم نترسین بعضیا مخصوصا دختران میترسن که سوالات چالشی بپرسن و جوابی بشنون که صفات بد طرف براشون هویدا بشه و اون وقت همین یه خواستگارشون هم از دست بدن نه نترسین بپرسین بعد که صفات منفیشو دونستین این صفاتو در کنار صفات خوبش قرار بدین سبک سنگین کنین تا اگه جواب مثبت دادین و وارد زندگی شدین یه دفعه متوجه چیزایی که نمیدونستین نشین و جا نخورین که جا خوردن در اون زمان و بعد از ازدواج چاره جز سیخ داغ نداره و عین گیر کردن اره در باسنه که نه راه پیش داره نه راه پس توی جلسه خواستگاری اگه در عمرتون کراوات نزدین اینجا هم کراوات نزنین اگه همیشه یه لباس راحت میپوشیدین توی خواستگاری هم لباس راحت بپوشین میدونین چرا چون کراوات و بستن دکمه بالایی و در کل لباس ناراحت تنگ و اذیت کننده باعث میشه واقعا اذیت بشین و ناشی رفتار کنین نتونین حرف دلتون رو بزنین به لشنت میفتین عرق میکنین و همه چی از دستتون خارج میشه نمیفهمین چی پرسیدین چی نپرسیدین حافظتون از دست میره ضمن اینکه احتمال ریختن چای رو سر و صورت داماد یا گیر کردن پای داماد به میز و با مخ خوردن به زمین و مسخره شدن و ایجاد تنش زیاد میشه گفتگویی که توی جلسه خواستگاری با دختر یا پسر دارین رو ضبط کنین بعدا سر فرصت و مخصوصا بعد از یه خواب درست و حسابی و راحت توی خونه خودتون و خوردن یه وعده غذای درست و حسابی بشینین گوش بدین و آنالیز کنین حتما این کار رو بکنین از اختلاف نظر داشتن با دختره یا خانوادهش نترسین در واقع از اینکه اختلاف نظر نداشته باشین باید بترسین چون مشکوکه و نشون میده یکی از طرفین داره خواسته های خودش نادیده میگیره و میخواد این خواسته ها رو به بعد از عقد و ازدواج موکول کنه و دمار از روزگارتون در بیاره یعنی فقط میخواد کار به ازدواج بکشه به هر روشی که شده که البته خوبه به شرطی که واقعا به هم بخوریم و سازگار باشین نه اینکه ندیده و نشناخته و با وجود تضاد شدید در مسائل مهم باشه خصوص خصوصیات اخلاقی مادر دختره خیلی مهمه بهش دقت کنید بعد از چندین سال احتمال اینکه دختر شبیه به مادرش بشه خیلی زیاده درباره اینکه چه تعداد خواستگاری قبل از این رفتین به هیچ وجه سر نخ ندین که خانما به شدت بدشون میاد با اینکه خودشون به اینکه کلی خواستگار داشتن پوز میدن ولی از اینکه شما حتی یه جای دیگه رفته باشین خواستگاری رو هم نمیپسندن اگه سوال شد و مجبور به پاسخ شدین میتونین بگین افرادی بودن ولی چیزی که من میخواستم و نداشتن احساس میکنم شما فرق داشته باشین چه چیزای عجیبی توی خواستگاری خودتون و بقیه آشناها فامیل و دوستاتون دیدین و شنیدین واسم بنویسین